بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه محضر با برکت بقیت الله الاعظم امام منتظر حجت ابن الحسن المهدی صلوات بفرستید. عرض کردیم که آقا امام حسین علیه السلام رو ملقب کردن به سید شهدا و لازم بود که ما مزایا و فضائل و ویژگی های شهدا رو عرض کنیم که تمام این ویژگی ها آموزندگی داره و بگیم که سرآمد تمام شهدا در این ویژگی ها آقا امام حسین علیه السلام است و این بهره برداری رو از عزاداری های برای امام حسین داشته باشیم تا انشاءالله آقا امام حسین رو اسوه قرار بدیم و اون فضائل و کمالات آقا امام حسین رو اقتباس کنیم و تبعیت داشته باشیم. یکی از ویژگی های شهدا مسئله زهدشون هست که زهد را باید ابتدا معنا کنیم تا بعد ببینیم که شهدا چگونه از این فضیلت و ویژگی برخوردارند. زهد یعنی بی‌رغبتی به دنیا و اینا باید که عرض کنم گاهی برداشت غلط میشه از کلمه زهد. بعضی فکر میکنند که معنای زهد اینه که انسان با دنیا قهر کنه و نسبت به دنیا بی توجه باشه و این با منطق قرآن سازگار نیست. قرآن و روایاتی که در زمینه زهد هست هیچ وقت به ما نگفتن شما رابطه تونو به کلی با دنیا قطع کنید. این حرف مطرح نیست. ما با تمام وجودمون به دنیا نیاز داریم، بلکه منظور اینه که دلبستگی به دنیا نباشد. ممکنه یک کسی فقیره، یعنی هیچ چیزی از دنیا در اختیارش نیست، نه مال داره، نه ریاست داره، نه اولاد و فرزندی داره، زن و بچه ای نداره، دستش از دنیا به تمام معنا خالیه، ولیکن علاقه به دنیا داره، به این معنا که حالا که دستش خالیست برای اینکه دنیا رو به دست بیاره تن به هر خیانت و معصیت و جنایتی میده، حتی حاضر است برای اینکه از دنیا استفاده بکنه مثلا به یه چیز اندکی دل ببنده، به جفت کفش بره توی یه مسجدی از یه نمازگذاری سرقت کنه. این در همین حد علاقه داره، این زهد نیست. زهد این است که اگر چنانچه میلیاردها پول داشته باشه در یه حد والایی ریاست داشته باشه، اولادهای فراوانی داشته باشه، دل به اینا خوش نمی کنه. این معنای زهده. نمیگن اولاد نداشته باش، ولی میگن به خاطر اولاد دین دو از دست نده.
نمیگن مال نداشته باش، ولی میگن از راه حلال مال داشته باش، نه از راه غیر مشروع. از راه حلال هر مقداری میخوای آزادی میتونی مال داشته باشی. نمیگن پست و مقام نداشته باش، هر پست و مقامی هم بخوای داشته باشی مشکل نداره، از پست و مقامت سوء استفاده نکن و به خلق خدا آزار برسون. این معنای زهد، بی رغبتی به دنیا. و یه معنای دیگه من عرض میکنم تا اینکه کاملا مطلب روشن بشه. انسان ها در دنیا دو گروه هند. یک گروه دنیا رو هدف میدونند و یک گروه دنیا رو ابزار و وسیله میدونند. اینا با هم فرق دارن و با همین بیان ما اختلاف روایات و اختلاف آیات قرآن رو حل میکنیم به این کیفیت. این رو عرض کنم که ما علمی داریم به نام درایت الحدیث و درایت غیر از روایته. روایت این است که من یه حدیثی رو از یه کتاب میخونم میام اینجا برای شما نقل میکنم، ولی درایت فهم حدیثه. در روایت داریم که امام علیه السلام فرمود که رحم الله من عرف معانی کلامنا. خدا رحمت کند کسانی که معانی کلمات ما رو میفهمند. و این یک مسئله مهمیه، اسمش فقه الحدیثه. علامه مجلسی یکی از امتیازات بزرگی که ایشون داشتن، خدا رحمتشون کنه، ایشون زبان اهل بیت رو خوب میفهمیده. روایت ممکنه جلوی من بذارن درست عمق روایت رو درک نکنن، چون در حدیث داریم فرمود ان حدیثنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرب او نبي مرسل. فکر نکنید که احادیث آسونه، احادیث مشکلاتی داره که علما و دانشمندان بزرگ اینا زحمت میکشن، کار میکنن تا بتونن معضلات و مشکلات اخبار رو حل و فصل کنن. کار همه کس نیست فهم حدیث. مرحوم علامه مجلسی روایات رو نقل میکنه، قبل از نقل روایات آیات قرآن رو بیان میکنه در رابطه با همون موضوعی که حدیث در اون رابطه است. بعد بیان میکنه که منظور از این حدیث چیست. یا مرحوم شبر رضوان الله علیه که از علمای بزرگ شیعه است، ایشون کتابی داره حلال مشکلات اخباره. مثلا یه حدیث ممکنه 15 معنا داشته باشه، همینطوری که مرحوم شبر نقل میکنه، میگه نیت المؤمن خیر من عمله، احتمال 15 معنا درش هست. به این سادگی نیست که حالا این یه جمله نیت المؤمن خیر من عمله یعنی چه. دو تا کلمه است ولی احتمالات درش هست. گاهی اخبار با هم نمیخونه، علمای بزرگ میشینن اینا رو با هم مقایسه میکنن. مثلا فرض کنید یه دست اخبار داریم در مذمت از فقر
که رسول خدا می‌فرماد الفقر و سواد الوجه فی الدارین. فقر چیزی بدیه، مایه روسیاهی است هم در دنیا هم در آخرت. از اون طرف روایتی دیگه داریم، پیغمبر اسلام می‌فرماد الفقر و فخری، فقر فخر منه. یا شیخ انصاری رضوان الله علیه با اون مقام عظیم علمی که ازش تعبیر میکردن به خاتم المجتهدین، این بزرگوار خیلی زندگی سطحی و ساده ای داشت و در کمال فقر زندگی میکرد. تجار بغداد اومدن خدمت ایشون و عرض کردن که ما از عین المال خودمون، مال مخمس پاک شده، حاضریم که ماهیانه اینقدر تقدیم محضر شما بکنیم که شما با این وضعیت زیر صفر زندگی نکنی. فرمود من راضی نیستم که اسم من از تومار فقرا محو بشه، چون در قیامت فقرا مقام والایی دارن و اول تمام فقرا میرن توی بهشت، اونهاشون که بهشتی باشن، تا بعد نوبت دیگران بشه و من دلم نمیخواد اسمم از این تومار حذف شه. خدایا اون روایتو ببینی، این روایتو ببینی. میگردن یه دسته روایت ساده به یه دسته سومی از روایات رو پیدا میکنن، اون دسته سوم اینا رو شرح میده، توضیح میده، اسمش میذارن شاهد جمع. به این کیفیت میگن یه دسته روایت از امیرالمومنین نشسته بودن، رسول خدا صلوات الله علیه یک مطلبی رو فرمودن که فقر چیز بدیه. امیرالمومنین عرض کردن یا رسول الله منظورتون از فقر چیه؟ رسول اکرم فرمودن که ما دو رقم فقر داریم، یک فقر مالی و یک فقر فرهنگی و دینی. اونی که ما میگیم فقر هو الموت الاکبر، فقر مرگ بزرگی است، اون فقر فرهنگی است نه فقر مالی. اونی که من میگم الفقر و فخری، فقر مالیه که نه امیرالمومنین نه رسول خدا نه هیچ کدوم مال اندوزی نکردن. پیغمبر از دنیا رفتن مغروز بودن، وضع امیرالمومنین هم که روشنه. پس سه دسته روایت داریم، یه دسته مذمت از فقر میکنه، یه دسته از فقر تجلیل میکنه، اینا با هم تعارض داره، یه دسته سومی از روایات پیدا میشه میاد اینا رو با هم جمعش میکنه. اون روایاتی که مذمت میکنه میگه مال فقر فرهنگیست، اونایی که تجلیل میکنه مال فقر مالیست. اینجور این مشکلات اخبار رو فقها جمع میکنن. و مجتهد اون کسیست که اینجوری این اخبار رو مطالعه میکنه، بررسی میکنه، مقایسه میکنه، مشکلات اخبار رو حل میکنه، تعارضاشو برطرف میکنه. و این کار کار سختیست، کار آسانی نیست. خب در مسئله دنیا هم همین جوره. میبینیم دنیا از نظر قرآن روایات وقتی مطالعه میکنیم میبینیم دو دسته است. یه دسته به شدت از دنیا مذمت شده و یک دسته نه، نسبت به دنیا با دید خیلی باز و مثبت نگاه شده. خیلی هم اینا با هم تضادش
شدیده. یه روایت داریم میفرماید که از دنیا جیفه و طالبها کلاب. دنیا مثل یک مرداره، اونایی که دنبال دنیا هستن مثل سگها میمونن. خیلی تنده. کسی رفت دنبال دنیا، دنبال مردار رفته و حالش حال سگاست. چرا پیغمبر اینو فرمودن؟ سگها وقتی میریزن دور یک مردار با هم نزاع میکنن، به هم حمله میکنن. برای دنیا افرادی میان به همدیگه حمله میکنن، کشمکش را میاندازن، دشمنی با هم میکنن، جنگ و جدال را میاندازن. اینا طالب دنیان، مثل اون سگا که به مردار حمله میکنن، سر مردار با هم دعواشون میشه. یه روایت داره رسول خدا در مدینه عبور میکردن و نگاه کردن دیدن که یه بزغاله ای مرده، انداختندش توی مراکز زباله، گوشاش هم بریده شده. همراهشون هم عده از اصحاب حضور داشته. فرمودن این بزغاله چند ارزش داره؟ عرض کردن یا رسول الله، بزغاله مرده گوش بریده که ارزشی نداره. فرمودن دنیا ارزشش از این بزغاله مرده کمتره. اینقدر دنیا خار و بده که امیرالمومنین کار میکردن توی مزرعه، دنیا در نظر حضرت مجسم شد. حضرت گفتن یا دنیا قری غیری قد طلقت که سلاسن، برو غیر منو فریب بده، علی فریب تو رو نمیخوره، دور شو از من، لا رجعت بعد، من جوری تو رو طلاق دادم که دیگه رجوع به تو نخواهم کرد. علی از دنیا فریب نمیخوره. هیچ کس به اندازه امیرالمومنین از دنیا مذمت نکرده. خب این اخبار رو داریم، از این اخبار تندترش هم داریم، یه دست اخبارم داریم. نه، اینقدر از دنیا تذلیل شده، خیلی عجیب. مولا امیرالمومنین 4 خاصیت برای مسئله دنیا ذکر میکنن. میفرمون که از دنیا دار و صدق لمن صدقها و دار و عافیت لمن عرفها و دار و موعظت لمن تعزعنها. اینا رو حضرت دارن، یعنی اگر چنانچه گوش دلش انسان باز کنه، دنیا خودشو معرفی میکنه، و اگر انسان گوش قلب شنوا باشه، باور میکنه گفته های دنیا رو که به زبون حال میگه. چی میگه دنیا؟ میگه که از دنیا تزر رو و تمر رو و تقر. 3 خصوصیت در دنیا هست. دنیا به من و شما میگه من این خصوصیات رو دارم. یکی دنیا تقر رو، آدم ها رو فریب میده. دنیا زرق و برق داره، مردمم طبیعتا فریب این زرق و برق ها رو میخورن، ولی خبر ندارن به فرمایش مولا امیرالمومنین از دنیا کل حیه لگینون مسها قاتلون سمها. دنیا مثل مار میمونه، خیلی خوشخط و خال و لطیف، ولی در پشت دندانش کیسه زهر کشنده ای نهفته شده.
خب یه جوونه میاد تو این جامعه، میره تو یه مراکزی که پر از زرق و برق دنیاست، اینا جذبش میکنه، اما خبر نداره اگر چنانچه کشونده شد به این به طرف این زرق و برق ها چه آینده خطرناکی به دنبالش هست، اینا متوجه نی، حالاش هم میبینه اما پیامداشو هیچ اطلاعی نداره، نمیدونه چه میشه، بعد پشیمان میشه. قرازم اینه، از دنیا تقر و تمر. یه درد بد دیگه هم دنیا داره که چشم به هم بزنی هیچی، گذشته و رفته. از دار از دنیا دار و مجازن لا دار و قرار، گذراست نمیمونه، به ارزش نداره انسان خودشو به مهلکه بندازه برای چهار روز زندگی دنیا. عیب سومش اینه، میگه تذر، دنیا دار و مهنت و بلیه و حبها رأس و کل خطیعه. دنیا جای خوشی نی، در مقابل هر خوشی یه ناخوشی هست، کنار هر گلی خاری هست، در کنار هر نوشی نیشی هست. هیچ کس نیست که بگه من به تمام معنا هیچ مشکلی تو عالم ندارم و تمام این زندگی رو فرم و هیچ دغدغه‌ای تو زندگی وجود نداره. بالاخره یه چیزی هست، یکی از دار داشتن میناله، یکی از نداشتن میناله، هر کسی یه جوریه. تذر، این یه قسمت از عباراتی که در روایات هست راجع به دنیا. در رابطه با دنیا یه دسته دیگه روایت داریم، اینم حالا باز عرض میکنم. فرمود که از دنیا دار و صدق لمن صدقها. اگه حرفای دنیا رو گوش بدید که به زبون حال چه حرفایی به تو میزنه و میگه من دنیایی هستم که تمر رو و تذر رو و تقر، و باورتون میاد وقتی میبینید که واقعا اونی که میگه همونه، باور میکنید که دنیا یه همچی جرسومه یه. دار و صدق لمن صدقه ها، با آدم حرف میزنه تا آدم باورش بشه. این خوبه که آدم به این چیزای دنیا فکر بکنه، اون وقت رو دنیا دیگه حساب باز نمیکنه. دار و صدق لمن صدقه ها. بعد فرمود که و دار و عافیت لمن عرفها. اگه دنیا رو بشناسی یا لمن فهمها، هر دو تعبیر داره، میتونید تو دنیا به عافیت زندگی کنید. یعنی یک انسانی که به دنیا با دید عبرت نگاه کنه هیچ وقت مبتلا به آفات دنیا نمیشه. بنابراین دنیا درس عافیت میده و انسانهای مدبری که عمق دنیا رو بررسی میکنند و درک میکنند، پرهیز میکنند از اینکه به آلودگی های دنیا گرفتار باشن. بعد فرمود که این از همه مهمتره، فرمود که دار و غنن لمن تزود عنها. اینو یه روایت دیگه داریم روشنتر توضیح میده، میگه دنیا مزرعت الاخره، دنیا کشزاره، اینجا کشت میکنی در قیامت درو میکنید، قیامت نیاز دارید، دستی خالی نمیشه رفت. که لقمان به پسرش گفت که ان السفر تزود فان السفر طویل طویل،
راهی که میخوایی بری تا برسی به حساب و کتاب قیامت راه طولانی است. دست خالی بری عمل نداشته باشی بیچاره میشی، مثل مسافری است که یه راه طولانی تو این بیابان ها بره و توشه همراه نداشته باشد، هلاک میشه. میفرماد از دنیا مزرعت الاخره. خب ما اگر خواستیم توشه برداریم باید انبار داشته باشیم، یه مرکزی که خیلی غنی باشه، هر چی بخوایم بتونیم برداریم همراهمون ببریم. میفرماد دنیا دار و غنن، انبار بسیار بزرگی است. شما میتونید از همین دنیا هر نوع توشه‌ای که عامل سعادت شما باشید همراه خودتون ببرید. اینقدر خیرات در این عالم هست که ما میتونیم از هر کدوم از اینا توشه‌های سنگین رو برای قیامتمون برداریم. کجا بریم بهتر از دنیا که بتونیم توشه برداریم؟ پس دنیا بد نی؟ دار و غنن لمن تزود انها. اینا امتیازات دنیاست. چرا ما دست از این دنیای اینجوری برداریم و از اینجا بیاد آیت؟ چون آدم های دوراندیش همیشه فکر آینده رو می کنند. تو تابستان مورچه ها حیوانن، اما خداوند از نظر غریزی یه حالت یه درسی به اینا داده که تابستون برای چند ماه زمستونی که زیر خاک زندگی میکنن و نمیتونن بیان بیرون و توشه برای خودشون ببرن، ذخیره میکنن، انبارای متعدد اینا رو ذخیره میکنن برای زمستان. از دنیا طبق روایاتی که ما داریم متعددم هست، می فرماد الیوم عمل ولا حساب ول آخرت و حساب ولا عمل. امروز روز عمله، قیامت روز حسابه. ناچاریم از این دنیا توشه برداریم. دار و غنن لمن تزود عنها. پس یه دست روایات هم داریم اینجوری تعریف از دنیا کرده. حالا ما چکار کنیم؟ اون دسته از روایاتی رو که مذمت کرده به اونا توجه داشته باشیم، یا به این دسته روایاتی که تعریف دنیا رو کرده، وقت جمع اینا یه دسته روایت سومی است. اونا میاد هر دو دست روایت رو توجیه میکنه، هم صحه میذاره روی اون روایات اول که دنیا بده، هم صحه میذاره روی این دست روایات که میگه دنیا خوبه. چجور؟ اینجا اون مطلبی که اول گفتم، بعضیا دنیا رو هدف قرار میدن، هر چی کار میکنن برای دنیا میکنن. بعضی ها دنیا رو ابزار قرار میدن، میگن ما اومدیم تو این دنیا از این دنیا استفاده کنیم که بهره هاشو در قیامت ببریم. هدفشون قیامته، دنیا رو ابزار قرار میدن. اون اخباری که مذمت میکنه دنیایی رو مذمت میکنه که این هدف باشه. اونایی که از دنیا تعریف میکنه اون روایاتی است که دنیا رو وسیله و ابزار قرار بده. جمعش به اینه. قرآن چی میگه؟ قرآن میفرماید که من اراد الاخره و سعا لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. اونایی که دنبال آخرتن، من اراد الاخره و سعال لها، تو دنیا هرچی تلاش میکنه، کوشش میکنه، فعالیت میکنه، تلاش میکنه لها برای آخرتش، اینا سعیشون مشکوره، یعنی خدا از عمل کردشون تشکر میکنه، قدردانی و سپاسگزاری میکنه.
که اینا چه آدم های مدبری هستن، چه آدم هایی هستن که اینا واقعا آینده نگرن، برای آخرتشون یه فکری میکنن، اینا سعیشون مشکوره. و من در خدا به پیغمبر اسلام هم همینه میفرما، وابتغ فیما آتاک الدار الاخره، ای رسول گرامی دنبال آخرت باش، وابتغ فیما آتاک الدار الاخره. که در آیات دیگه میفرماد که والآخرتو خیر و ابقا، اولاد خوبه، خوبش خوبه، مال خوبه، خوبش خوبه، اما آخرت از اینا بهتره، هم بهتره، هم بقا داره، چیزای دیگه بقا نداره. بنابراین اون دست اخباری که مدح دنیا رو میکنه، اونایی که ابزار باشد برای آخرت، سعالا سعیا و هو مؤمن فاولاکه کان سعیهم مشکورا. و اما کسی که دنیا رو هدف قرار میده، هر چه کار میکنه برای دنیا میکنه، اصلا گوشش با این بدهکار نیست که بعد از مردن عالم دیگری هم از اونجا هم نیاز هست، اینا رو اصلا توجه بهش نداره، فرماد هر چه بخواد تو همین دنیا بهش میدیم، ولی اونجایی که نیاز داره و هیچ کس هم به دادش نمیرسه، اونجا دستش خالیه، در قیامت هیچ بهره و نصیبی نداره. خب این دید قرآنه، روایات هم همین مسئله رو دنبال میکنه. پس هم دنیا خوبه برای کسی که دنیا رو ابزار قرار میده، هم دنیا بده برای اون کسانی که دنیا رو هدف قرار میدن. این مطلبی بود که راجع به زهد گفته میشه، که زهد اینه که انسان دنیا رو برای دنیا نمیخواد، دنیا رو میخواد برای آخرتش، برای دنیا اصالتی قائل نیست، دل به دنیا نمیبندد. که فرماد ببینید که شما تو مقایسه اولاد، زن، پدر، مادر، فامیل، شغل، کار، مسکن، اینا رو بیشتر دوست داری یا اینکه خدا رو بیشتر دوست داری؟ اون کسانی که خدا رو دوست دارن، دوتا محبت توی دل نمی گنجه دیگه، محبتی که اصالت براش قائل بشن دیگه برای چیزای دیگه قائل نیستن. در یه دل تو محبت نمی گنجه. اگه محبت دنیا اومد، دیگه محبت خدا تو دل جا نداره. خب این کسانی که به مقام شهادت میرن، نائل میشن، یکی از امتیازاتشون همینه، دل از دنیا میکنند. اگر بنا شد بر این که به خاطر بچهش، به خاطر همسرش، به خاطر خونش، کسبش، شغلش، این چیزها از مبارزه در راه خدا صرف نظر کنید، این موفق نیست. اینا که میرن تو میدون جنگ بهانه نمیارن، اونایشون که شهید باشن، امیرالمومنین از اصحابشون گله میکنن، میگن هر وقت ما اعلام جنگ میکنیم یا میگن حالا سرماست نمیشه بریم میدان جنگ، یا میگن گرماست نمیشه بریم مبارزه بکنیم با دشمن، یه بهانه میارن. و بعضیشون میگن شغلتنا اموالنا و اهلنا، ما گرفتاری داریم، زن و بچه داریم و نمیتونیم بریم میدان جنگ. اینا به شهادت نمیرسن. اونای موفق میشن که این فضیلت شهادت رو درک بکنن، که حالا که دارن میرن از جانشون هم گذشتن، چه رسد به چیزای دیگه دنیا.
این علاقه هاشون رو قطع میکنن، راه شهادت رو پیش میگیرن. این امتیاز بزرگی است که نامش زهده، که از نظر قرآن روایات یکی از فضائل بزرگ انسانی زهده. حالا باید بیاریم قرآن و روایات رو مطالعه کنیم، ببینیم اونایی که زهده در دنیا دارن خدا چه مقامات بلندی رو بهشون عنایت میکنه. خب یک مزایای دیگری دارن باز شهدا که انشاءالله اگر حیاتی بود شبهای دیگه تقدیم محضرتون میکنیم. آقا ابی عبدالله فرمودن ترکت الخلق ترن فی هواکا، تمام مخلوقات را، خب زهیر ابن قینه آقا براش نامه نوشته، نامه دستی دست زهیر به خیمه نشسته بود، اومده رفته بیرون کربلا زندگی میکنه، کسی باش کاری نداشته باشه. نامه آقا که رسید به دستش فکری بود چیکار کنه، بره نره، بخواد بره همسرش چیکار کنه، بخواد نره جواب فاطمه زهرا رو چی بده. بالاخره زنش رو طلاق داد و با غلامش فرستاد به طرف قبیله و راه کربلا رو پیش گرفت. این معنی زهده. حالا که میبینن امام در غربت گرفتارن، دیگه مسئله زن و بچه و دنیا برش مطرح نیست. میخونن السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین. حالا درس زهد رو از کی میباید یاد گرفت؟ از آقا ابوالفضل عباس. شمر فامیلش با فامیل مادر حضرت ابوالفضل یکی، خاندانشون قبیلشون از قبیله کلب بودن. شب عاشورا شمر اومد پشت خیمه حضرت ابوالفضل که بیا من امانت میدم و وعده هایی داد به حضرت ابوالفضل، بیا از لشکر امام حسین بیرون پست و مقام و این چیزا رو ارائه کرد به حضرت ابوالفضل. بعد حضرت ابوالفضل مایوسش کرد، من امام خودم رها کنم بیام برای چهار دنیا زیر بلیت شما قرار بگیرم؟ توی رجزشونم که میخوندن گفتن والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق یقینی. دنیا رو پشت سر گذاشتن رفتن تو میدان جنگ، دست ها رو از دست دادن، فرق نازنینشون شکافته شد، ولی طالب آخرت بودن نه طالب دنیا. دنیا براشون ابزار بود نه هدف. خلاصه بچه های امام حسین روز عاشورا تشنگی بهشون فشار آورد، همینطوری که عرض کردیم شبهای قبل از این خیمه به اون خیمه دنبال زینب کبرا دنبال آب میگردن، مسقالی آب در این خیمه ها وجود نداشت. دست آخر دست به دامن حضرت ابوالفضل شدن، سقای کربلا. علتش هم این بود که شبای جلوتر آقا ابوالفضل میرفتن شریعه فراد آب میبردن، کسی دیگه جرأت نمیکرد. اومدن دست به دامن عمو ابوالفضل شدن، به نمایندگی بچه ها سکینه نازدانه اومد خدمت آقا ابوالفضل. الان از تشنگی هلاک میشه، اگر ممکنه یه مقداری آب از شریعه فرات برای ما بیارید از مرگ حتمی نجات پیدا کنی. آقا اومدن خدمت ابی عبدالله،
اجازه گرفتن، آقا اجازه دادن که برن حضرت ابوالفضل آب بیارن. حالا این بچه های تشنه صف کشیدن در مقابل خیمه، چشمشون به راهه. آدم تشنهی که الان هلاک میشه، هر آنی براش ساعتها نمود میکنه. این بچه ها ایستادن نگاهشون به شریعه فراته. آقا ابوالفضل هم از این طرف عجله کردن که راه را نزدیک کنه، از نخلستان ها هرچه زودتر آبا به این بچه ها برسونه. هرچه این بچه ها انتظار کشیدن، دیدن آقا نیامدن. طولی نکشید، دیدن آقا امام حسین با کمر خمیده از طرف شریعه فرات دارن میان به طرف خیمه ها. خوشحال شدن یه خبری بگیرن از آقا ابوالفضل. سکینه نازدانه دوید جلوی آقا امام حسین. آقا جان از عموم ابوالفضل چه خبر داری؟ آقا صدا زدن به خدا، قسم عموی تو را کشتن، دستهاش از بدن جدا کردن، فرق نازنینش رو که شکافتن. الا لعنت الله على القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. نسألك باسمك العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله، یا الله یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک، به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعه المعصومین من ذریت الحسین. خدایا ما را بیامرز، گذشتگان ما را غریق بهار رحمتت بفرما. پروردگارا به عظمت آل الله اسلام و مسلمین رو پیروز بگردان، تعجیل در ظهور امام زمان بفرما، ما را از یاوران حضرت مهدی قرار بده، نور ولایت در خاندان ما خاموش مگردان.